درود بینندگان عزیز، به برنامه ویژه دیگر از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. برخی از منابع مدعی هستند که 3 تن از دخترانی که در محفل مارشالی مارشال دوستو رقص و پای کوبی کرده بودند از سوی چندین تن از سخنگران ناشناس از دبستان اختطاف شده و مورد تجاوز واقع شدند. این مادره را، این شیره را نادیده بگیریم، ما باور کنیم به شیر مادر خود خیانت میکنیم. این دختران از افراد بودند که در جلسه اعطای مارشالی به عبدالرشید دوستم رقصیده بودند و از مارشال شدن عبدالرشید دوستم، یکی از چهره های معروف ضد طالبان در شمال، ابراز شادمانی و خرسندی کرده بودند. در محفل مارشالی دوستم، یکی از جالبترین برنامه هایی که اجرا شد، رقص قاشق بازی از زنان و دختران شمالی و هواداران مارشال دوستم بود که به شدت در سطح افغانستان و جهان از آن استقبال شده و مورد توجه همگان قرار گرفت. زنان و دختران ازبک‌تبار که سالها فقر، محرومیت و تعصب شدید قومی و قبیله‌ای را شاهد بودند، به یک بارگی زمانی که مارشال شدن دوستم را مشاهده کردند، به وجد آمده و به شدت از این موضوع خرسند شده بودند. این زنان از نقاط مختلف جوزجان و سایر ولایت‌های شمالی گرد هم آمده و از این محفل تجلیل و نیکوداشت کرده بودند. رتبه مارشالی که از سوی اشرف غنی رئیس جمهور فراری به دوستم داده شده بود توسط دکتر عبدالله عبدالله به وی داده شد و در این محفل حاجی محمد محقق از رهبران مشهور هزاره تبار نیز اشتراک داشت. در این محفل فرزندان مارشال دوستم و از جمله راحله دوستم، دختر مارشال دوستم و اعضای مجلس سنا نیز اشتراک و حضور داشت. زنان و مردان ازبک‌تبار نیز با خوشحالی از این مراسم تجلیل کردند و مارشال دوستم هم گفت که هدف از مبارزات وی این بود است که تا قوم ازبک را در سطح جهان معرفی کند و آنها را همه مردم دنیا با شکوه و جلال نام بگیرند. شما قهرمان شدید، شما را ما در تلویزیون‌های جهان شما را دیدیم. مارشال دوستم مدعی است که وی ازبک ها را سر زبان آورده و در گذشته حتی بزرگان و مقامات دولتی ازبکستان نیز از حضور و وجود آنها در افغانستان اطلاعی نداشتند. شما ازبک ها را 50 سال پیش ما به تو با ازبکی گپ زدن نمیماند. همکنون شایعات و گفته های وجود دارد که 3 تن از این دختران که در محفل مارشال دوستم رقصیده بودند و ابراز شادمانی کرده بودند اختطاف شده و مورد تجاوز واقع شدند. هرچند منابع رسمی تا کنون در این مورد چیزی نگفته و نزدیکان مارشال دوستم نیز سکوت کردند. زنان معترض در کشور میگویند که با آمدن طالبان شادی‌های زنان به پایان رسیده و موجی از خشونت‌ها از جمله ازدواج اجباری شدت گرفته است. منابع متعدد از ولایت‌های مختلف کشور می‌گویند که همکنون بسیاری از مردم دختران نوجوانشان را به شوهر می‌دهند تا از ازدواج اجباری به خصوص از سوی افراد طالبان در امان بمانند. طالبان اما بدرفتاری با زنان را نادرست خوانده و می‌گویند که در گذشته‌ها و در دوره جمهوریت از زنان سوء استفاده شده و به عنوان یک وسیله در محافل توسط داخله‌ها و خارجه‌ها استفاده می‌شد. اما همکنون عزت آنان تأمین شده و مشکل وجود ندارد. کلتور و عنعنه او مذهب دین چه در طول مسلمانان و دین دیگه در شی نیجابی. زنان معترض اما میگویند که طالبان تمام آزادی های آنان را زیر پا کرده و حقوق آنان را پایمال کردند. می جنگیم می میریم حق خدا میگیریم. می جنگیم می میریم حق خدا میگیریم. این زنان از جهان میخواهند تا بر طالبان فشار آورند تا به حقوق و آزادی های آنان از جمله حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی تمکین کنند. مارشال دوستم و سایر رهبران قومی که روزگار در قدرت بودند هم اکنون در بیرون از کشور مانده.
طالبان از نبود آنان ابراز شادمانی می کنند. طالبان میگن که مارشال دوستم قاتل است و صدها تن از نیروهای آنان را در دشت لیلی کشته است. ذکر احوال د بخار طالبا د متولو د خیال طالبا. به دنبال تسلط دوباره طالبان بر کشور، چندین مقام طالبان به دشت لیلی رفته و برای کشته شدگان در این دشت دعا کردند. آنان قصر مارشال دوستم را نیز تصرف کرده و یک مدرسه جهادی که عمدتاً افراد انتحاری تربیت می کنند را در آن ایجاد کردند. به تازگی شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم طالبان در محفل در هرات گفته است که همکنون بهترین دوره تاریخ افغانستان است. وی افزوده است که دیگر قصر سپیدار نیست، امپراتور شمال حضور ندارد، دوستم جوزجان نیست و محقق و خلیلی هم نمی باشند. امپراتور شمال است و نه دوستم جوزجان است و نه محقق و خلیلی است. وی افزوده است که طالبان توانستند تا همه آنان را مات کند و یک حکومت قوی مرکزی ایجاد نماید. مخالفان طالبان اما میگویند که طالبان به زور نظامی قدرت را از آنها نگرفته، بلکه بر اثر معامله پنهان با آمریکا آن را گرفته است. طالبان را آوردم ایشان بود، ما اونجا بریم با طالبان چی کار کنیم؟ طالبان فقط یک حزب میخواهد که اونم حزب طالب است. عباس استانکزی گفته است که طالبان از سال 2007 مذاکره با آمریکا و غرب را آغاز کردند و او رهبری این مذاکرات را به عهده داشته است. ما مذاکرات با آمریکایی ها و طور پنهان از 2007 شروع کرده بودیم. طالبان میگن که کمک خداوندی و مقاومت ها و مبارزات صدها نیروی انتحاری و اسارگر طالبان باعث شد تا آمریکا شکست خود را بپذیرد و افغانستان را ترک نماید. به نصرت خدا بعدن به همکاری ملت آزادی گرفتیم. طالبان میگویند که آمریکا دیگر به کشور بر نمی گردد و نباید مخالفان طالبان به این امید باشند که روزی با قدرت کشورهای خارجی می توانند تا دوباره طالبان را از عرکه قدرت به زور کشیده و آنها را برکنار نمایند. وقتی که آمریکا و ناتو و متحدین 50 کشور آمد، اینجا چی کرد؟ آل اگر یک کشور فقط یک هتل برد رزرو میکنه و او خوشحال است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.